اما جمهوری اسلامی ایران حداقل استانداردها برای از بین بردن قاچاق انسان رو به طور کامل رعایت نمی‌کنه. از این رو در جدیدترین گزارش وزارت خارجه آمریکا در این زمینه این کشور در رده سوم طبقه بندی شده. ساعتی پیش تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مراسم انتشار گزارش امسال رو اعلام کرده. گیتا آریان از وزارت خارجه با ماست. گیتا، در مورد بخش ایران در این گزارش برامون بگو. حتما. بنابرای این گزارش، جمهوری اسلامی ایران حتی سعی نمیکنه که با قاچاق انسان مبارزه بکنه. گزارش میگه درسته یک کمیته‌ای در وزارت کشور تشکیل داره، ولی اصلا معلوم نیست که این کمیته عملا کار میکنه یا نه. این گزارش میگه که خود مقامات جمهوری اسلامی به قاچاق انسان دامن میزنن، مجرمین رو تنبیه نمیکنن، اصلا معلوم نیست که نیروی انتظامی با این قضیه مبارزه میکنه یا نه. و بعد میگه یک علت این که این اتفاقا نمیفته اینه که خود قربانی ها اینها میترسن بیان گزارش بدن که چنین کاری باهاشون شده، برای اینکه میترسن در واقع دولت اصلا خود این قربانی ها رو مجرم میدونه و باشون برخورد تند میکنه. فساد و دست داشتن خود مقامات، اینطور که این گزارش میگه، باعث بدتر شدن وضعیت شده. سیاست رو میگه که سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی خودش اصلا نشون میده که چطور بچه ها رو گول میزنن و به سوریه یا عراق میفرستن و ضمناً بردگان جنسی هم به شدت میزانش اونجا زیاد شده، از زنان تا بچه ها و غیره، و به خصوص در شهرهای بزرگ مثل قم و مشهد بسیار بسیار رایج شده. خروش، سپاسگزارم. گیتا آریان از وزارت خارجه.